انسانی در اوج می خواند ترانه زندگی را، آواز عشق را در مجمع بزرگ آتش، در اذهان شگفت و گسترده حیرت، در همهمه ناباوری، در قله زندگی. انسانی در خیابانهای سرد شب، آنجا که جفتها پیوسته با تردید یکدیگر را ترک میگویند و هی دیوار میشکنند و هی دیوار میشکنند در هراس یأس، ققنوسوار آتشها افروخت تا چشمهای کم سو زیر چادر شب راه پر از سنگلاخ صعود به ارتفاع عشق و اوج آزادی را رویت کنند. او دستان خود را در چهره عبوس شهر به آسمان تلخ حلاجوار بیاویخت و بر هستی بوسه زد. او لحظه های بودن را در شعله ها و شراره های پیکر خود ترسیم نمود. او با قامت نیم سوخته خود پرچم اعتراض را در عرش برافراشت تا کهکشان امید بدرخشد. نیوشا فرحی بامداد جمعه 2 اکتبر بعد از یک خودسوزی در اعتراض به سفر خامنه‌ای به امریکا در بیمارستان USC درگذشت. روز بخیر. من نیوشا فرحی، فرزند ناخلف آقای فرهنگ فرحی هستم. یک روشنفکر خرده بورژوای، هوادار نیروهای انقلابی چپ ایران و طبعا معتقد به انقلاب بزرگ بهمن 57. اقدام متحورانه‌ای که نیوشا به آن دست زد نه فقط او و گروهش را در صحنه مبارزات برون مرزی متمایز ساخت، بلکه نیوشا به طور کلی آبرو و حیثیتی برای کلیه مبارزان ایرانی لس‌آنجلس به وجود آورد، زیرا لس‌آنجلس شهری است که در ایران آن را قلب طاغوت می‌نامند و هرگز در صحنه مبارزات برون مرزی شخصیت بارزی نبوده است. نام نیوشا به عنوان سمبل مبارزه علیه ظلم و ستم رژیم ملایان برای همیشه در تاریخ ما ثبت گردید. من اگرچه با عقاید سیاسی نیوشا مخالف بودم، ولی تجربه چندین سال آشنایی با او نشان داد که او همیشه صادقانه برای تحقق ایدئولوژی خود کوشا بوده است. علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، او حامی دردمندان و ایرانیانی بود که درگیر مسائل اجتماعی بودند و همیشه به یاری آنها میتاخت. در این رابطه ما بارها با او همکاری داشتیم. و اما مبارزات سیاسی نیوشا را یک چیز تحت الشعاع قرار میداد و آن به وجود آوردن جوی بود که بتوانند تمامی ایرانیان با عقاید مختلف در کنار هم به مبارزه و تظاهرات علیه رژیم حاکم بر ایران بپردازند. او همیشه از آوردن تصویر در تظاهرات که نمودار فردگرایی بود انتقاد می‌کرد. من هنگام تظاهرات معروف به روز ایران در پشت ساختمان فدرال بیلدینگ به ضبط نظرات او پرداختم. چرا؟
این سوال رو باید بپرسید. چرا کسی در این تظاهرات شرکت نکرد؟ چرا چند صد هزار نفر در لس آنجلس زندگی میکنند اما کمتر از هزار نفر در این تظاهرات شرکت میکنند؟ چرا منی که در یک کتاب فروشی کار میکنم در ویسرود دو سه قدم به خودم زحمت نمیدم که در این تظاهرات شرکت بکنم؟ دلیلش واضحه، وعده های پوچ، وعده های دروغ. به مردم میگن ما شعار نمیدیم، ما عکسی رو هوا نمیکنیم، ما به خاطر ایران این کارها رو میکنیم، اما در عرض دو دقیقه دستشون رو میشه. چرا؟ تا کی؟ نیوشا همیشه با دیدی آگاهانه مسائل روز را زیر نظر داشت و در هر موردی دیدگاه خود را صریحاً ابراز میکرد. او در نمایش سینما رکس آبادان ضمن اجرای نمایش به اعتراض پرداخت و من به همین جهت با او به گفتگو نشستم. آقای فرعی، شما فکر میکنید آیا این درسته که در یک سالن تئاتر هزار نفره هر که دلش خواست بلند شه و به کارگردان برنامه و تئاتر ناسزا بگه؟ نه، ببینید، ناسزا گفتن و یا یک جمعی رو متشنج کردن به عنوان یک عصر قابل قبول نیست و مسلماً محکومه، چرا که ناقض اصول دموکراسیه. منتها وقتی که خود کارگردان میاد به شما ویزا صادر میکنه روی صحنه نمایش که شما میتونید وارد حیطه حتاکی بشید، دیگه نمیتونه از تماشاگر توقع داشته باشه که این اخلاقیات رو به اصطلاح رعایت کنه و سکوت کنه و حرفی نزنه. البته اینو به شما بگم که این مسئله داره بیش از حد گنده میشه، قضیه فحش دادن. قضیه اصلی اصلا این نیست، نفس اعتراض مهمه. در اصل پس اعتراض شما در رابطه با چه چیزی بوده؟ ببینید، اعتراض من و بسیاری مثل من که حتما عکس العملشون رو خواهید خوند و خواهید دید اینه که آقای سیار اومدن از یک واقعیت تاریخی که یه عده‌ای واقعا مجرم نبودن در آتش زدن سینما رکس بهره برداری کردن تا یک حقیقت تاریخی دیگر رو لوس کنن، خدشه‌دار کنن و بکوبنش. یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی که شما یک تیپ خلق میکنید روی صحنه، فرض کنیم در اینجا یک ساواکی، به محض اینکه شما رو صحنه تئاتر طبق موازین و الفبا و زبان هنر تئاتر یا سینما این تیپ رو خلق کردید، شما بلا فاصله 25 سال حکومت ترور، خفقان، شکنجه، زندان، تحریف، سانسور و آدم ربایی و تمام مسائلی که شما و دیگران مردم ایران باش آشنایی دارن در ذهنتون تداعی میشه. چون ما یک تیپ ساواکی داریم دیگه، ساواکی خوب، ساواکی بد، ساواکی که تو آبدار خونه کار میکرد، ساواکی که شکنجه میداد نداریم. ساواکی ساواکیه، یعنی یک تیپ تاریخیه. حالا آقای صیاد میان این ساواکی رو میارن در محکمه، بعد اثبات میکنن که اتفاقا این سینما رکس آتیش نزده و بیچاره مرد اصلا بدبختی بوده، ماموریت داشته، گناهی نداشته. در نتیجه یه آب تطهیر ریخته میشه روی جنایات ساواک در طول 30 سال گذشته. مشکل با آقای صیاد و اصولا این شیوه تفکر، نه شخص ایشون اصلا مورد توجه ما نیست، این شیوه تفکر مشکل ما باش اینه که میخواد از یه سری واقعیت ها مثلا جنایت رژیم جمهوری اسلامی برداری کنه، یک جنایتکار دیگر رو تبرئه کنه، حالا که از نظر ما رژیم امروز فرزند خلاف رژیم دیروزه. پس علت اصلی اعتراض شما همین مسئله بود؟ بله کاملا. ببینید، به قول بچه های کانون فرنگی نیما که در این رابطه یک اطلاعیه صادر کردن، میگن که شما نمیتونید بگید که آقا در جامعه هم واکسی وجود داشته هم شکنجهگر وجود داشته. یعنی آقای صیاد در این نمایش میخوان اینو بگن که آقا ما یک جامعه داشتیم، مردمش همه کار میکردن، یکی واکس میزده، یکی آبدار باشی بوده، یکی کله پز بوده، یکی هم آدمکش بوده، یکی هم شکنجهگر بوده. حالا که به قول این رفقا نمیشه چنین چیزی باشه که ما بگیم که آقا واکسی خوب داریم، واکسی بد داریم، پس شکنجهگر خوبم داریم، شکنجهگر بدم داریم. حالا که شکنجهگر شکنجهگره و وقتی شما میاید یه شکنجهگر رو تبرئه میکنید، یعنی اصولا شکنجهگر رو دارید تبرئه میکنید. مشکل ما اینه. خانواده اهل مطالعه و روشنفکر بزرگ شده بود، رژیم گذشته را مسئول بدبختی امروز ایرانیان میشناخت و شما میبینید که در لحظات خودسوزی نیز دست از این اعتراض به سبک خود بر نمیداشت. آقایان، شما نمیتوانید از این دریای خونی که جمهوری اسلامی به راه انداخته است بهره جویید و اختاپوس سلطنت را بار دیگر صید کنید و آن را به جان ایران ایرانی بیندازید.
هرگز. مردم ایران خوب آگاهند که جنایات امروز ریشه در فجایع دیروز دارد. مردم ایران به درستی تشخیص می‌دهند که گرچه جمهوری اسلامی کودکی وحشی، لگام گسیخته، ناقص الخلقه و عقب مانده است، اما حرامزاده نیست، نه، فرزند مشروع و خلف نظام پیشین است. آقایان، شما چگونه جرأت می‌کنید و بر اساس کدام پشتوانه تاریخی و یا زمینه مادی و یا اصول علمی مدعی می شوید که سلطنتی که دیروز نازنین ترین فرزندان خلق را دست دست مانند برگ خزان به خاک انداخت، فردا آنها را آزاد می گذارد تا فعالیت کنند و لابد شوراهای کارگری هم تشکیل دهند؟ عجب، آفرین به این همه دموکرات منشی و ترقی خواهی. اما راستی شما که به ناگاه این همه مترقی شده اید، چطور است که ابتدایی ترین اصل ترقی خواهی یعنی نگاه به آینده را رعایت نمی کنید و همچنان به اصول تدین شده در 80 سال پیش نظر دوخته اید؟ چطور طرح نوینی برای قانون اساسی مشروطه سلطنتیتان پی نریختید؟ فرق این واپسگرایی و وابستگی به ضوابط و قوانین 80 سال پیش و واپسگرایی و نفی آینده، نفی رشد تاریخ از سوی جمهوری اسلامی چیست؟ البته هیچ. خلاصه کنم آقایان، کارنامه سلطنت ننگین است و شما در مقامی نیستید که در مورد سرنوشت ایران سخن برانید. نیروهای انقلابی که 5 سال از دوشادوش خلق همیشه بیدار کرد در کردستان یعنی قلب انقلاب ایران می جنگند، می توانند در مورد آینده ایران تصمیم بگیرند. نه شمایی که نه فقط امروز در کردستان برای دفاع از دموکراسی مردمی حضور ندارید که دیروز خود سرکوبش می کردید و همچنان نیز حل مسئله ملی را مترادف با تجزیه طلبی می دانید. ناگزیر به خداحافظی هستند. از این رو سخن را با کلام برتولت برشت خاتمه می دهم. آن که حقیقت را نمی داند جاهل است، اما آن که حقیقت را می داند و آن را دروغ می نامد تبهکار است. انسانی می آید با شور و شعر تا تمام هستیش را فریاد کند، می آید قلبش را منفجر می کند، ستارهش را مشتعل می سازد، آسمان را پر از شهاب می کند، برگ نبشته هایش را می پراکند، در آتش می خسفد و دلها را سراسر تسخیر می کند. I'm sorry.